بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. فصل في الإخلاص. كلمة فصل، میدونی که فصل یعنی مطلبی که بریده بشه، فاصله داشته با بحث قبلی، اینو میگن فصل. اینه که مثلا پایان نامه میخوان بنویسند. حوزه الان متاسفانه به تبعیت از این دیگران میگن مثلا پایان نامه باید چند فصل داشته باشه، هر فصلی دارای چند بخش، یعنی بخش را زیر مجموعه فصل میگیرند. در حالی که بینه الان کلمه فصل نجف میگه فصل، به خود فصل چقدره؟ نیم صفحه کمتر. تو قرآن سوره های مفصل یعنی چی؟ سوره های مفصل یعنی از سوره 47 به بعد. سوره های کوچیک میگن مفصل، نه سوره های بزرگ. اونی که کوچیک میشه مفصل. بنابراین تو پایان‌نامه با اینجوری باشه، چند بخش، هر بخشی دارای چند فصل. فصل زیر مجموعه، چون فصل یعنی کوچیک، فصل یعنی مطلب بریده و جدای از قبل، این معنی فصل. فصلون فی الاخلاص روی عن حذیفه ابن الیمان. حذیفه ابن یمان میگوید سلطون نبی صلی الله علیه و آله عن الاخلاص ما هو. از کدام اخلاص چیست؟ قال سألت جبرئیل علیه السلام عن ذلك. پیغمبر فرمود منم از جبرئیل پرسیدم. جبرئیل میگه من خودم از خدای متعال پرسیدم. قال، جبرئیل میگوید سألت رب العزت عن ذلك، من خداوند رو پرسیدم. فقال، فرمود هو سر من سری، اخلاص سر خداست. استودعه قلب من احبه یا استودعته به ودیعت، نهادم اون سر را در دل هر کس که دوست دارم از بندگانم. اخلاص سر خداست، خدا تو دل هر کسی که محبوب خودشه قرار میدهد. و روی عن ابن ادریس الخولانی، ابن ادریس خولانی عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، فرموده ان لکل حق حقیقتا، هر حقی یک حقیقتی دارد. و ما بلغ عبد حقیقتا اخلاص، انسان به حقیقت اخلاص نمی رسد حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل الله. اینجوریه کتاب منا، ولی درستش اینجوریه که میگم حتی لا یحب ان یحمد علی شیء یعمله لله. این درستش ها. اخلاص اینه که آدم دوست نداشته باشه ستایش بشود بر کاری که برای خدا میکند. ای کسی دوست داره که مثلا فرسونی که مسجد میسازه، یا دوست داره که مردم هم بگن که این بانی مسجد بوده، این دیگه اخلاص نیست. اخلاص اینه که کاری رو که برای خدا کرد دوست ندارد که کسی تعریفشو بکنه. پس درسته عبارت این بود که خوندم. ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء
یعمله لله تعالی. این حدیث یک کتابی است به نام نوادر الاصول، نوادر الاصول مال ترمذی، اونجا تو جلد دومش همون اوائل کتاب این حدیث اونجا نقل شده مال ترمذی. و قال سید ابن جبیر، سید ابن جبیر گفته الاخلاص و ان یخلص العبد دینه و عمله لله. اخلاص اینه که آدم پاک کنه دین خودش را و عمل خودش را برای خدا، ولا یشرک به فی دینه، در دینش هم شرک نبرزد، ولا یرائی به عمله احدا، ریا نکنه با کار خودش احدی را. و قیل بعضی گفتن الاخلاص، اخلاص اینه که ان تستوی اعمال العبد فی الظاهر و الباطن، اخلاص اینه که آدم اعمالش در ظاهر و باطن یکی باشه، نه اینکه ظاهر یه جور باطن یه جور دیگه. و قیل هو مستتر من الخلائق، بعضی هم گفتن که اخلاص یعنی اخلاص اینه اون چیزی که از چشم مردم پوشیده میماند، بستسپا من العلائق، و چیزی که از وابستگی ها رهاست، از وابستگی ها از علائق پاکه. و قیل هو ان یکتم حسناته کما یکتم سیئاته، بعضی هم گفتن اخلاص اینه که آدم کاره خوبش را مثل کاره بدش پنهان بکند، اونجور که آدم بدی را پنهان میکنه خوبی را پنهان کنه. خب نام راجع به اخلاص. قوله تعالی ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن او نصارا، قل اانتم اعلم ام الله و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله و من الله بغافل عما تعملون. آیتون، یک آیه است. قرأ القراءتو قرأ اهل الكوفه غیر ابی بکر و ابن عامر، اهل کوفه غیر از ابو بکر و ابن عامر اهل کوفه خوندند ام تقولون، ولی اون ابو بکر خونده ام یقولون. این ابو بکر همون ابو بکری که قبلا گفته بودم قرائت ابو بکر ابن عیاش بهترین قرائت قرآنه، قرائت ابو بکر ابن عیاش همی آغاستان، یعنی شعبت ابن عیاش ابن سالم. بله بله همونه، همونه. الان همین تو همین آیه ها عاصم حفص از عاصم نقل کرده تقولونه، ابو بکر از عاصم نقل کرده یقولونه، یعنی خود این که عاصم این آیه رو چجوری خونده دو تا راوی دو جور نقل کردند، پس تقولونه یا یقولونه درست. البته خیلی آیاتی که داریم میخونیم قرائت مختلف زیاد داره، دا مجموع بیان ذکر نکرده سا. مثلا الان همین آیه، همین آیه قل اانتم اعلم ام الله، مثلا یه قرائت اینها قل انتم اعلم ام الله، انتم انتم، یه قرائت اینه که اصلا سه تا همزه است نه دو تا، قل انتم، یعنی از این چو قرائت زیاد داره داره. مجموع بیان معمولا گاهی وقتی یکی دو تاشو میگه دارد میشه. به هر حال بله، این قرآنی که متاسفانه الان ما خدمتش هستیم اینا قرائت حفص از عاصمه. این که ائمه علیهم السلام فرمودند قرآن را قرائت کنید اونجور که مردم قرائت میکنند، اقرأوا کما یقرأوا الناس، اون زمان قرائتی که متعارف بود قرائت ابو بکر ابن عیاش بود و
من یه موقع یه چند تا شاهدم آوردم، ما اینجوری که همین مجمع البیان یا مثلا علامه طباطبایی تو المیزان یا شیخ طوسی توی تبیان، اینا قرائت ابوبکر ابن عیاش است که دارن تفسیر میکنن، نه قرائت حفصو. یه موقع شاهد آوردم خیلی هم. گفتم که از خود تفسیر مجموع بیان معلوم میشه قرآنی که جلوش گذاشته و داره تفسیر میکنه قرآن قرائت ابوبکر ابن عیاشه. خیلی شاهد دارم، یه بحث خیلی جالب قشنگ هم میشه. متاسفانه الان دیگه اینم کار این وهابی هاستا که همش این قرآنی که چاپ عربستانه این شده همه جا و همه چیز، در حالی که این قرائت حفصه و ما شاهد فراوان داریم خود این مجموع بیان قرآن ابوبکر رو داره تفسیر میکنه، نه قرآن حفصو. و تو کوفه قرائت ابوبکر رایج بود و ائمه که فرمودن که کما یقرأ الناس، این کما یقرأ الناس تو کوفه و تو کوفه ابوبکر قرائتش قرائت رایج بوده. بله، اما رایج نبود. این همین شد مثلا 50 سالم نیست، کمتره. نه، ابوبکرند، ابوبکر معیاش. خیلی خوب، الحجتو، الحجتو میخواد بگه ام تقولونه درسته یا ام یقولونه. الابلو علال خطاب، الابل یعنی چی؟ تا ام تقولونه، ام تقولونه علال خطابه، مخاطبه. فتکونو ام متصلتن بما قبلها من الاستفهام، پس این ام میشه حرف عطف متصل است به ما قبلش از استفهام، که انهو قاله، گویا اینجوری داره میفرمایده. اتو حاجوننا فی الله، اتو حاجوننا فی الله هم قبلا من توضیح ندادم، این خیلی قرائت زیاد داره. اتو حاجوننا بدون تشدید، اتو حاجونه، این قرائت مختلف آیه است. کانه قال، گویا خدای متعال فرموده اتو حاجوننا، آیا با ما احتجاج میکنی در خدا؟ ام تقولون، یا این که میگویید که انبیا کانوا علی دینکم. اتو حاجوننا فی الله مربوط به آیه قبلی، ام تقولون ان الانبیا کانوا علی دینکم، این آیه ما نحنفی. و تقدیر آیه اینه، به ایل حجتین تتعلقون فی امرنا، به کدام دلیل می چسبید درباره امر ما مسلمانا؟ ا به توحید، سر توحید می خواهید با ما مسلمانا بس کنید؟ فنحن موحدون، اگه سر توحیده که ما موحدیم. ام به اتباع دین الانبیا، یا به پیروی دین انبیا رو میخواید بس بونید که ما که از شما پیروتر هستیم؟ فنحنو لهم متبعون، ما انبیا رو پیروی میکنیم. این در صورتی که ام تقولونه بخونیم. بس ثانی، دوم اینه که نه، ام یقولونه به هو القرائتو بالیا علل ادول من الحجاج الاول الى حجاج آخر. داره اون آیه قبلی میگه بستر توحید بود، این آیه برمیگرده میگه بستر نبوته، ادول میکنه از احتجاج اول به احتجاج دیگر. فکرنهو قاله، گویا اینجوری میفرمیده، بل تقولون، بلکه شما ها میگوید، ان الانبیاء من قبل ان تنزل تورات و الانجیل، انبیاء قبل از تورات و انجیل کانو هودن او نصارا، که اینم خواهی یه حرف خیلی مزخرفیه، قبل از تورات و انجیل و اونو چجوری یهودی و مسیحی بودن. و تکونو ام حاضهی هی المنقطعه،
و دیگه عمعمه متصل نیست بلکه عمه منقطع است به معنی بل. فیکون و قد اعرض عن خطابهم استجهالا لهم به ما کان منهم. قبلا داره با اونا حرف میزنه بعد یه دفعه مغایبش میکنه، التفاته از خطاب داره میره به غیبت. در واقع خدا اعراض کرده از این که با اینا خطاب بکنه، یعنی قبلا میگه تو حاجونه خطاب، حالا میگه بلکه میگویند، نمیفهم بلکه میگویید، تحقیرها، استجهالا لهم به ما کان منهم، داره اینها را نادان فرض میکنه به خاطر اون چه که دارن. کما یقبل العالم علی من به حضرته بعد ارتکاب مخاطبه جهالتا شنیعتا فیقول قد قامت علیه الحجه. گاهی یه آدم عالم وقتی یه نفر یه کار زشتی انجام میده دا نمیگه شما این کار کردی، میگه فلانی میفهمید و گوش نمیکرد، مغایب میاره. مثلا کما یقبلو روی می آورد عالم بر کسی که در محضر اوست، بعد از این که مرتکب می شود، مخاطب مرتکب یه جهالت شنیع و زشتی میشه، بعد از این که مرتکب یه کار زشت میشه، فیقول و اون عالم میگوید قد قامت علیه الحجه، نمیگه علیکه، علیه مغایب میاره. ام یقولو، یعنی ام یقولو، نه اینکه ام تقولو، مغایب، مغایب میاره. ام یقولو به ابطال نظر المعدی الی المعرفته، یا اینکه این آقا اصلا استدلال و فکر قبول نداره، یا اینکه میگوید که باطل است فکری که منجر میشود به معرفت. یعنی آدمی که یه حرفی میزنه که مثلا فکر را انکار میکنه، علم را انکار میکنه، این دیگه اصلا صلاحیت مخاطب شدن ندارد، مغایب باش حرف میزنند. خواهد ندیه نخوا ام قبلش هم میخواد یه چیز دیگه، خیلی هم منقطع، ولی برور منقطع هم قبلی میخواد دیگه. از خود فیقولو ها یقبلو فیقولو قد قامت. اللغتو، لغت آیه، الاعلم والاعرف والادرا به معنی واحد. این که انتم اعلمو، اعلمو کلمه اعلم و اعرف و ادرا، آگاه تر، هر سه به یه معناست. و کلمه ازلم و اجبر و اعطا نظائر. و من ازلمو، یا اینکه من اجبرو، اجبر همون جائر تر بودن، یا اعطا سرکش تر بودن، هر سه به یه معناست. و نه نه، یه وقت میگیم واحده یعنی مترادفن، یه وقت میگیم نظائر یعنی قریب المعنات. و افعل هازهی تستعملو به معنی زیادته. این افعل و تفضیل هم یعنی اعلم افعل و تفضیله، ازلم هم افعل و تفضیله، اینا به معنی زیادیه. اعلم یعنی بیشتر میدانید یا بیشتر ستم میکنید. و انما یسه و معناه فی ما یقع و فیه تزاید، در جاهایی که قابل تزاید باشه افعل و تفضیل به کار میبرند. که قولهم مثلا میگویند افضل، اتبل، اینجور جاها که قابل تزایده. ولی مثلا حالا معلوم یه جاهایی مثلا استق میشه بگیم یا نمیشه بگیم، معلوم نیست. و قد قال المحققون، محققون گفتن صفات بر سه جوره، علی ثلاثه از رب، صفت ذات و صفت تحصل بالفاعل و صفت تحصل بالمعنا. صفت سه جوره، صفات ذات، صفاتی که با فاعل حاصل می شود، صفاتی که با معنا حاصل میشه. حالا خودش توضیح میده. فالاول مثل کون ذات جوهرن
و سوادن. صفت ذات مثل این که مثلا میگوییم که این انسانه، این حیوانه، صفت ذاته. یا مثلا او سوادن میگیم این سیاهه، اون سفیده. با هزار لای سهوفیه تزاید، اینه دیگه تشکیک بردار نیست، تشکیک همون تزاید و شدت و ضعف نداره. نمیشه که بگیم این آدم تره، نمیشه بگیم. خونه اینا که شما الان میفرمایید این به خاطر چیزه، فلسفه ملصد راست که قائل به تشکیکه. در زمان اینا تشکیک را کسی قبول نداشت. و ثانی معنای دومی اون بود که صفتون تحصیل بالفاعل، کل وجود. مثلا میگیم که این وجود داره، یا مثلا این کتاب رو این آقا ایجاد کرد. ولای سهوفیه ایزن اتزاید، وجود تشکیک ندارد. بینید گفتم این حرفه قبل از ملصد راست. الان ملصد را میگه وجود چیه؟ تزاید داره، تشکیک داره. اینا قبل از ملصد راست، میگه وجود تشکیک نداره. و سالس سومم اون صفتی بود که تحصل و بالمعنا، با معنا حاصل میشه. علا ضربین این دو جوره، یکی اونی که یسهو فیه تزاید، چیزی که میشود درش تزاید ایجاد بشه. به هو کل و ما یوجبهو معنا لهو مثل، هر چیزی که یه معنایی داره که مثل هم دارد. کل البانه بل اکبانه و نحبه ها. مثلا میگیم که پنبه سفیده، برفم سفیده، ولی یکی سفید تره، درست مثل البان. یا اکبان، اکبان مثلا فرض کنید این داره تند را میره، اون تند تر را میره. این اکبان رو کون به معنی هستی معنا نکنید، مثل حرکت و سکون معنا کنید. اینجوری پس یه قسم اینه که تشکیک دارد، مثل البان و اکبان. اکبان رو گفتم مثل این که این تون میره، اون تون تران، اینجوری معنا کردم. بل آخر قسم دوم لای صحبی تزاید، اون سواد رو معنا کردم که اونی که آدمی که سیاهه اونجوری. بل آخر و لای صحبی تزاید و هوا کل و ما یوجبهو. بین این عبارت رو اینجوری بخونی، به هوا کل و ما یوجبهو معنا لا مثل له، معنا لا مثل له، هر چیزی که یه معنای او را پدید می آورد که مانند ندارد. هر چیزی که مانند ندارد تشکیک و تزایدم داره یا نداره؟ نداره دیگه. لا مثل لهش از عبارت افتاده. خب مطلب بعدی و من از لموم من کتمه. کتمه یعنی چی؟ کتمه و اخفا و اسره، سه تا کلمه واحدون، یه معناست. بل قفلت و سهو و نسیان نظائر، اینم عین همون شد. اونو گفت واحد، اینو گفت نظائر. گفتم واحد یعنی یه معنا، مترادف، نظائر یعنی قریب المعنا. خب قفلت و سهو و نسیان یعنی چی؟ یعنی با خوب ذهاب المعنا عن نفس، یه معنایی شماره تلفنی از ذهن شما بره، اینو میگه قفلت. و صحیح و ان السهو لیس بمعنا، درست اینه که سهو یک معنا نیست که تو ذهن باشه، یه عرض نیست. و انما هو فقد علوم مخصوصه، یعنی یه وقت یه چیزی تو ذهنه، اینو میگن یه عرضی به ذهن قائمه. یه وقت نه، اصلا عدم است. میگه درست اینه که سهو یک عرض نیست، یه عدمه، فقد یک علمه. انما هو فقد علوم مخصوصه. فإن استمر به سهو مع صحتین، اگر که یک کسی سهو
دائمی باشه برش، با اینکه آدم سالمیه ها، دست و پاش سالمه. سمیت جنونن، اینو بهش میگن جنون. دیوانه گنچه دیوانه، یعنی که بدنش سالمه اما چیزی هم یادش نمونه همیشه، اما اون که یه لحظه یادش نمونه و بعد دوباره یادش میآید، این میگوین قفلت، میگن صحبه. فعضا قارنه و زربون من زعف، اما اگر یک کسی یه چیزی همیشه فراموش شده و زعف هم داره، اگه زعف داره سمیه اغماهن، اینو بهش میگوین مستی. اون مستی دیگه همش افتاده، افتاده رو زمین، اغماه، مثل قش کردن. و ازا قارنه و زربون من الاسترخاء، اگر که این سهو یا نسیان همراهش بود با یک سستی، بیرمق شدن، اگه اینجوری بود سمیه نومن، دیگه بهش میگن خواب، که دیگه بیرمقی که چشمش نمیبینه نمیشه نبد. فا این قارنه نوعون من ترب، اگه یه فراموشی است با یک خوشی، خوشی به این معنی که یعنی یه کاری بی اختیارم انجام میده، فراموشی است کاری خوش بی اختیارم انجام میدهد. سمی سکرن، به این میگوین مستی. و ازا حسل السهب و بعد علم سمی نسیانه، اگر که اول یه چیزی رو میدانست بعد از دست داد، اینم بهش میگن فراموشی. چه؟ خب حال یعنی این زمان اینا ها، چون زمان اینه که دیگه این چیزا نبود که بود، همون اغماه دیگه، اغماه. الاعراب، ترکیب آیه، ام الله، برون بین اینا شما همه برون مجموعان با یا مالی زمانی که حرفای مول صدرا با نمیدنم این چیزا نبوده دیگه، با اون شرایط بایی معنا کنیم دیگه. الاعراب، ام الله، الله میشه مبتدا و خبرش هم محذوفه، تقدیرش اینها، ام الله اعلم، الله اعلم، الله مبتدا، اعلم خبرش. و عنده ظرف و مکان لکتمه، من ازلم و من کتمه شهادتن عنده، این عنده ظرف و مفعول فیه است برای کلمه کتمه. او یکون صفتن لشهادتن، یا این که این کلمه اندهو، این کلمه اندهو صفت است برای شهادت. تقدیره، تقدیر آیه اینها، شهادتن کائنتن اندهو، شهادتن کائنتن اندهو. خب اون یعنی اون انتم اعلم و مبتدا خبر، اینم باید بشه یه مبتدا خبر و عطف مبتدا. خب این منش اینه که یعنی یک خبر برای دوتاش بیاد. یه روز پیغمبر صلی الله علیه و آله زود تشبا بود به مسجد، یکی گفت یا رسول الله اجازه میدی من سخنرانی کنم؟ پیغمبر فرمود خب بفرما. اینم بلند شد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس اطیعوا الله و رسوله فمن اطاعهما نجا و من یعصهما فقد غوی. مردم حرف خدا پیغمبر رو گوش بدید، هر کی اینا رو حرفشون رو گوش بده نجات پیدا میکنه، هر کی هم گوش نکنه بدبخت میشه، بعدم نشست. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود بئس الخطیب انت، بدترین سخنرانی تو کردی. عیبش کجاش بود؟
گفت که اطیع الله و اطیع الرسول فمن اطاعهما نجا و من یعصهما فقط غویه. ببینید قرآن هر جا که خدا و پیغمبر میاره جدا میاره، اما هر وقت که پیغمبر و ملائکه رو میاره یا پیغمبر و امامان رو میاره اینجا رو جمع میبنده، اما اونجا که خدا و پیغمبر میاره جمع نمیبنده. خدا و پیغمبر دوتان یا یکی هند؟ نه یکیه نه دوتا، هیچ کدام نه یکی نه دوتا. خدا و پیغمبر بگید یکیه اشتباس، بگید خدا و پیغمبر دوتا سینم اشتباهه. یه علت اینه که نمیشه اونجا عطف گیریم که یک اعلمو بیارید هم برا انتوم هم برا خدا. خیلی خوب. و من الله صفتون لشهادت ایزن به یه صفتون بعد صفته. خب المعنا، معنای آیه قد ذکرن الفرق فی المعنا بین قوله ام تقولون علی المخاطبه و قوله ام یقولون بالیا. ما فرق اینو گفتیم که ام تقولون با ام یقولون، فرق اینو گفتیم. فرق بین ام تقولونه ی خطاب با ام یقولونه ی بلیا را، بلیا علا ان یکون المعنا لیهود و نصارا با هم قیب. یقولونه مغایب دیگه برای یهود و نصارا و اینا هم که قایبند. و فی هازا احتجاجون علیهم فی قولهم، این آیه احتجاج است علیهم، احتجاج است علیهم بر یهود و نصارا، که یهود و نصارا میگویند فقط یهودی و مسیحی بهشت میرود. این آیه میخواد احتجاج کنه بر اونا. احدوها، یکی احتجاجش اینها، ما اخبر بهی نبینا صلی الله علیه و آله و سلم مع ظهور المعجز دال علی صدقه. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله گفته است من پیغمبرم، معجزه‌ام که دارد، هر کس ادعای نبوت داشت معجزم داشت، این دلیل بر صدقشه، این دلیل بر نبوتشه. این دلیل اول. پس اگر که کسی بگوید من پیغمبرم و شاهد صدقم داشت باید اطاعتش کرد. پس اینجور نیست که بگیم فقط اونم میرن بهشت، اینم چون نبی است و پیغمبره باید برود بهشت و پیروبش. دوم، احتجاج دوم اینه که ما فی تورات و انجیل، تو تورات و انجیل آمده که انبیا کانو علی حنیفیه، انبیا حنیف بودن، نه اینکه انبیا یهودی یا مسیحی باشند. و ثالث، احتجاج سوم اینه که ان عندهم انما یقع اسم الیهودیت به نظر یهودی ها کلمه یهودی به کسی میگویند که تمسک به شریعت تورات، به شریعت تورات عمل کنه. به اسم نصرانی به کسی میگویند که تمسک میکنه به شریعت انجیل، در حالی که بل کتابانه اون زلا بعدهم، تورات و انجیل بعد از انبیا بوده، کما قال سبحانه و همجورم که خدا فرموده به ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعدهی. پس شما که میگوید که هر کس که به تورات عمل کنه میشه یهودی، و انبیا کسا قبل از تورات بودند. بر رابع، احتجاج چهارم اینه که انهم ادعوا ذلک من غیر برهانن، اونها ادعا می کردند که فقط یهودی و مسیحی بهشت میره بدون دلیل، این را می گفتند. و بخهم الله سبحانه به هذه الوجوه، خدا هم اومد سرزنششون کرد به این چند بچی که گفتیم. و قوله اعنتم اعلم ام الله، اعنتم اعلم ام الله، سورته سورت الاستفهام، ظاهر آیه استفهامه، ولی بل مراد بهی التوبیخ، اما خدا داره توبیخ میکنه، سرزنش میکنه.
یعنی شما بهتر میدونید. و مثله قوله شبیه اون آیه انتم اشد و خلقن ام السماء بناها، که این در مقام توبیخه. و معناه و معنای آیه منها قل یا محمد صلی الله علیه و آله لهم، ای پیامبر به اونها بگو انتم اعلم و ام الله، شما بهتر میدونید یا خدا. و قد اخبره، در حالی که خدا خبر داده که اونا یهودی و مسیحی نبودند، شما بهتر میدونید یا خدا. خدا خبر داده که اون پیغمبران به دین حنیف بودند، اما شما به زعمتم، اما شما خیال میکنید که اونا یهودی و مسیحی بودند. فیلزمکم ان تدعوا انکم اعلم من الله، با یه شما ادعا بکنید پس بهتر از خدا میدونید، چون خدا میگه اون پیغمبران حنیف بودن، شما میگید یهودی و مسیح بودن. دوباره بفرمایید. آره آره. نه نه، همون که گفتیم هر کسی که یه ادعا بکند و معجزه بیاورد، این دلیل بر پیغمبریه. این آقا، این پیغمبر ما هم ادعای پیغمبری کرده، معجزه آورده، پس میشه پیغمبر، و حالا این داره خبر میده. این حرف رو زد؟ نه، یهودی میگوید که فلان پیغمبر یهودی بود، این پیغمبر میگه که او چی بود؟ یهودی نبود. حاج آقا چند بار اینو بگم، اصلا هر کسی میگه دلیل نبوت چیه؟ ادعا به معجزه. این آقا هم ادعا رو داره هم معجزه رو داره. یهودی باشه میگه این پس پیغمبره، مسیحی باشه میگه این پیغمبره. چون معنای نبوت نسا ادعا و اعجاز. خب بابا به یه یهودی بگه از کجا میفهمید یکی پیغمبر است؟ خب خب قبول نمیکنه دیگه، من چه کار کنم که قبول نمیکنه؟ نه 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 اون چیزیه، نه نه اون چیزیه. ببین پس همین که عرض کردم، راه تشخیص نبوت همینه. اصلا فرق بین معجزه و کرامت چی بود؟ همین بود که هر کی ادعا رو داره و اجازه میاره اون میشه. این آقا این دوتا رو داره، پس معلوم میشه این پیامبر است. یهودی هم که نمیگه که پیغمبری راه دیگه ای داره، راهش همین دوتاست دیگه، ادعا و اعجاز. این آقا مینا رو داره و این آقا حال داره میگه اونا یهودی نبودند. و هازا قایت الخزی، نهایت خاری آن است که کسی بگه من بیشتر از خدا بلدم. فان قیل، اگر کسی بگوید لما قال انتم اعلم ام الله، برای چی این جمله رو خدا فرموده؟ وقت کانو یعلمونه و کتموه، اونو که میدانستند و کتمانش کردند. و انما ظاهر و حاضر خطابه لمن لا یعلم، یهودی ها میدانند و کتمان میکنند، انتم اعلم ام الله به کسی میگن که نمیدونه، یعنی اونا عالمند و جاهد، در حالی که این آیه خطاب به کسی که لایعلمه، جاهله نه جاهد. این اشکال، یعنی اونها میدانند و کتمان میکنند، در حالی که این خطاب به کسی که لایعلم، به جاهل. فل جواب، جوابش اینه که ان من قال انهم کانوا علی ظن و توهم، اگر کسی بگه که یهودی و مسیحی ها علم نداشتن، زن داشتن، ای کسی اینو بگه که دیگه روشنه. فلجو هر کس که بگوید یهودی و مسیحی ها کانو علا زن و توهم، اگه اینو کسی بگه فوجه کلام علا قولهی بازه،
دلیل این آیه طبق کلام اینجور افراد روشنه. آیه میگه شما بهتر میدانید یا من، یعنی شما نمیدونید من میدونم، چون اونا زن دارن. اما من قال انهم کانوا یعلمون ذلك، اما اگر کسی بگه نه یهودی ها میگن که ما علم داریم، چون اون پیغمبران یهودی بودند، علم داریم. و انما کانوا یجحدونه، و علم را انکار میکردند. بگی مثلا میگی که میدانم او حنیف بود، اما این علم رو کتمان میکنه، پنهان میکنه. فمعناه و معنای آیه نسا ان منزلتکم منزلت المعترض الا ما یعلم ان الله اخبر به، یعنی شما یه چیزی رو دارید میدونید و اعتراض میکنید. معنای آیه اینها جایگاه شما جایگاه کسی که اعتراض میکند بر چیزی که میداند خودم گفته. فما ینفعه ذالک ما اقراره بان الله اعلم، پس این انکارش برای او فایده نداره با اینکه میدوند که خدا از او بهتر میدونه، یعنی خودش که تو دلش میدونه و میدونه که انه لا یخفا علیه شیئون، میدونه که خدا چیزی برش پنهان نیست. لأن ما دل على انه اعلم، اون دلیلی که میگوید خدا اعلم است، هو دل على انه لا یخفا علیه شیئون، دل بر اینه که خدا چیزی برش پنهان نیست. و هو انه عالم لذاته یعلم جمیع المعلومات، اون دلیلم اینه که خدا چون علم به ذات داره همه چیزو میدونه. پس به هر حال این آیه انتم اعلم و خطاب به یه آدمی که یعنی جاهله، در حالی که اونا عالمند. حالا یا میگیم علمشون از باب زن بوده ولذا خدا جاهل حسابشون کرده، یا یعنی که از باب اینکه این علمشون رو چون جهد میکنند و انکار میکنند کل جاهلند. و قوله و من ازلم من من کتم شهادتن انده من الله، این فیه اقبالون، چند قول هست درشت. احدها یک قول اینه که ان من فی قوله من الله لابتداء الغایت، این من برای ابتداء غایت و هو متصل به شهاده. و من ازلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، شهادت من الله نه کتم من الله، من الله جار و مجرور متصل به شهادت، متعلق به شهادت نه به کتمان. و معناه و معنای آیه اینه که ما احد ازلم ممن یکون عنده شهادتا من الله فیکتمها، چه کسی ظالمتر از اونی که شهادت خدا پیششه و کتمان میکنه؟ شهادت خدا میگه که اون پیغمبران یهودی نبودن. به هر حال این من الله جار و مجرور متعلق به شهادت، شهادت خدا را کتمان می کند. بل مراد به حاضر شهاده، مقصود از شهادت هم اینه که ان الله تعالی خدا بیان کرده در کتاب یهودی ها صحت نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و بشارت به پیامبر را، ولی اونا کتمان می کند. ان الحسن و قتاده، این دو نفر همینجوری گفتند. و قیل المراد به ها، بعضی اون گفتن شهادت خدا منیش اینستا ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولادش کانو حنفا مسلمین، اینها به دین حنیف بودند، مسلمان بودند، نه یهودی و مسیحی. فکتم موحازه شهاده، یهودی اومدن کتمان کردن اینکه اینا حنیفند و ادعو انهم کانو علا دینهم، و گفتن که اونها یهودی بودند. ان مجاهد، مجاهد اینجوری معنا کرده. فهازهی شهادتون من الله اندهون کتموها، شهادت خدا پلو اینا که کتمان کردن، یعنی اینا که خدا میداند، اینا میدونن تو کتابشون بوده که اون پیغمبران حنیف بودن ولی کتمان کردن. این در صورتی که من الله به شهادت بگیریم، بگیم شهادت خدا. ولی احتمال دوم اینه که ان من متصلون بالکتمان، این من مربوط به کتمانه، یعنی کتمان از خدا نه شهادت از خدا.
ای معنای آینا من از لموم من کتمه، چه کسی ظالم تر است از کسی که کتمان میکنه ما فتورات را من الله، کتمان میکند از خدا، کتمان میکنه از خدا، کتمان میکنه یعنی چی؟ ای من عباد الله، ای عبادت نه، من عباد الله، از بندگان خدا کتمان، از خدا کتمان میکنه یعنی از بنده خدا کتمان میکنه. او کتم شهادتن ان یعدیه ها الالله، یا این که کتمان میکنه شهادتی رو که بخواد برای خدا ادا کنه، یعنی از ادای شهادت کتمان میکنه. پس احتمال دومی که این من الله جار مجرور متعلق به کتمه، کتمه من الله. احتمال سوم ان المراد من ازلم فی کتمان شهادت من الله لو کتمه ها. این من ازلم یعنی چه کسی ظالم تر از خدا، یعنی از خدا ظالم تر دیگه نمیشه اگر خدا چیزی را نگوید. معنای اول و دوم این بود که چه کسی ظالم تر از اون کس، معنای سوم اینه که چه کسی از خدا ظالم تر، یعنی خدا نعوذ بالله بیشترین ظلم رو میکنه اگر کتمان کنه. مراد اینه که چه کسی ظالم تر است در کتمان شهادت، چه کسی ظالم تر است از خدا، یعنی من الله و جار مجرور متعلق به ازلمو، نه متعلق به کتمه، نه متعلق به شهادت. لو کتمه ها یعنی اگر خدا کتمان بکند خدا از همه ظالم تر است. و ذالکه این شبیه اینه ها، مثلا بگوید که من ازلم ممن یجور علی الفقیر الضعیف من السلطان القوی الغنی، چه کسی ظالم تر است از کسی که جور میکنه بر فقیر ضعیف از سلطان قوی غنی. یعنی اگر یه سلطان قوی به فقیر ظلم بکنه هیچ کس از او ظالم تر نیست. اینجا معنی آیه اینه که از خدا کسی ظالم تر نیست، بل معنای آیه اینه ها انهو یلزمکم، لازمی حرف شما یهودی ها اینه که لا احد ازلم من الله تعالی، هیچ کس ظالم تر از خدا نیست. از کتم شهادتن اندهو لیوقع عبادهو لیوقع عبادهو فی الظلال، زیرا که خدا کتمان بکند شهادتی که پیش خداست تا بندگانشو تو گمراهی بیندازه. و هو الغنی عن ذلک المتعال، خدا منزه است از این که یه شهادتی پیش خدا باشد و خدا نگوید. ای لوکان هودن او نصارا، اگر که واقعا اون پیغمبران یهودی بودند و مسیح بودند لاخبر به ذالک، خدا میگفت. و اگر خدا نگفته یعنی کتمان شهادت کرده، به این معنیش اینه که خدا ظلم کرده. به هازا معنا قول البلخی و ابی مسلم و قوله و ما الله بغافل اما تعملون اوعدهم سبحانه، خدا داره بعید میدهد اونها را به ما یجمع و کل بعیده، به یک بعید خیلی جامع و کامل. ای لیس الله، معنیش اینه ها که خدا لیس بساهن، سهو نداره، فراموشی نداره. ان کتمان شهادت التی لزمکم القیامو به حال الله، از کتمان اون شهادتی که شما باید به اون قیام بکنید برای خدا. خدا غافل نیست از اون شهادتی که باید شما بدهید. یا بقیله هو علی عمومه، بعضی میگن که علی عمومه، یعنی خدا از هیچ چیز غافل نیست، نه اینکه از اون شهادت ها، خدا از هیچ چیز غافل نیست. ای لا یخفا علی الله شیء من المعلومات، هیچ چیز بر خدا پنهان نیست. فکونوا علی حذر من الجزاء علی اعمالکم، بر حذر باشید از جزاء بر اعمالتون، به ما تستحقونه من العقاب، به سبب عقابی که مستحقید. و صلی الله علیه.